اولین سوال من ازت اینه که چه حسی داری که تازه کار باشی توی بیت کوین؟ میدونید من در واقع میخواستم بهت بگم که من متوجه شدم که من اولین بیت کوینم و یک روز قبل از یک سال پیش خریدم و الان دوران تازه کاریم تموم شده و یک سال گذشته. خب میخوام باهاش راجبت صحبت کنم. در سال 2014 رفیقت باهات صحبت کرد راجع به بیت کوین ولی تو قبول نکردی. ولی در سال 2020 دوباره بهت اشاره کرد و بعد از چند هفته 10,000 بیت کوین برای خودت و کمپانیت خریدی. چه اتفاقی افتاد؟ فکر کنم من ایمانم رو نسبت به سرمایه گذاری های سنتی از دست دادم. من فکر میکنم که در مارس سال گذشته بود که تورم 3 برابر شد و برام واضح شد که باید بیت کوین بخرم. من دنبال یه جایگزین میگشتم که بیت کوین رو پیدا کردم و به این نتیجه رسیدم که این یک طلای دیجیتاله که خیلی از طلا بهتره و بعد تا جایی که میتونم با بخرم و یه جوری میخریدمش که انگار باید با تمام سرعت و با تمام پولی که دارم بیت کوین بخرم که نکنی یکی دیگه متوجه این موضوع بشه و بیت کوین ها رو بخره. میگه ممکنه برای سهامدارا جالب باشه. من فکر میکنم که روی ساتوشی اومده شب توی خوابت و تو رو تبدیل کرده. میگه لیزر چشمه لیزری داره به سمت ذهن من میره. داری کلید خصوصی منو میدزدی. الان اینجا این ورق آلومینیومی گرفته که چشمه لیزریش کلید خصوصی مکس کایزر رو پیدا نکنه. شوخی میکنه. میگه بذار بریم جلو و به جدیدترین کامنت هایی که گذاشتی صحبت بکنیم. میتونی راجع به این صحبت بکنی که بیت کوین به مردم دنیا چی داره ارائه میکنه؟ میگه من بعد از این که بیت کوین رو مطالعه کردم متوجه شدم که هر کسی که واقعا در دنیا بخواد یه چیزی داشته باشه انتخاباتی داره. میتونه زمین داشته باشه که میتونن ازش بگیرن، میتونه طلا داشته باشه که میتونن ازش بگیرن، میتونه سهام داشته باشه، میتونه اوراق قرضه داشته باشه یا جواهرات داشته باشه. ولی بیت کوین اولین باریه که انسان ها متوجه شدن که چطور میتونن دارایی رو بسازن که شخص صاحب اصلی اون دارایی باشه و قابلیت نقل و انتقال خیلی عالی داشته باشه. مهم نیست که شما میلیاردها دلار پول داشته باشید. اگه میلیون ها دلار داشته باشید هم میتونید یه خونه توی نیویورک بخرید یا میتونید بیت کوین بخرید. حتی اگه 370 دلار هم داشته باشید میتونید باهاش بیت کوین بخرید. من فکر میکنم بیت کوین یک ابداع فوق العاده برای بشره. چرا که برای اولین بار میتونیم برای میلیاردها نفر حق مالکیت داشته باشیم. اشاره به این میکنه که همه آدمای دنیا میتونن با بیت کوین صاحب داراییشون باشن. آیا بیت کوین برای این طراحی شده که حملات رو به خودش جذب بکنه و الان که داریم دش نگاه میکنیم میبینیم این حملات بزرگتر و بزرگتر میشه. به نظر شما خوبه یا بده؟ من فکر میکنم هر چیزی که بیت کوین رو نکشه اونو قوی ترش میکنه. بذار بجور انرژی صحبت بکنیم. انرژی مصرفی کل دنیا چیزی بین 160,000 ترابایت بر ساعت. در به نظر شما چه مقدار از مقدار انرژی برای بیت کوین میره؟ 10%، 5%، 1% یا 0.1%؟ اونایی که فکر میکنن 10% دستشون رو ببرن بالا، اونایی که فکر میکنن 5% دستشون رو ببرن، اونایی که فکر میکنن 1%، این نظر سنجی به درد نمیخوره. کی فکر میکنه 0.1%؟ و ما میدونیم که 50,000 تراوات بر ساعت هدر میشه و بیت کوین تقریبا 1/4 این انرژی که به هدر میره رو مصرف میکنه. و شما چی فکر میکنید راجع به این موضوع؟ من فکر میکنم که بیت کوین واقعا فکر میکنم که به صورت خیلی بهینه‌ای انرژی رو تبدیل میکنه به پول و بزرگترین ارزش رو با استفاده از انرژی به دست میده. استفاده از انرژی تجدیدپذیر کار برای توسعه دادن نیروگاه‌های برق یه راهکار برای کاهش هزینه‌ها و پاور پلنت هاست و زمانی که دنیا متوجه بشه این رو بیت کوین رو در آغوش خواهد گرفت.
الان از چین خیلی از افراد دارن نقل مکان میکنن به سمت آمریکا میرن. چین اعلام کرده که منابع زغال سنگشو خواهد بست. شما فکر میکنید که ماینینگ در دنیا چجوری گسترش پیدا خواهد کرد؟ بهترین و موثرترین انرژیه که بشر میتونه ازش استفاده کنه. من به گزارش سالانه گوگل نگاه کردم و گوگل یه چیزی شبیه 178 میلیارد دلار انرژی مصرف کرده تا 1.8 تریلیون دلار به دست بیاره. بیت کوین 4 بیلیون دلار مصرف کرده و 800 بیلیون دلار منابع به دست آورده. اگه 1 دلار می‌ذاشتین تو بیت کوین میشد 200 دلار، ولی اگه 1 دلار می‌ذاشتین تو گوگل میشد 20 دلار. و من به همه شرکت‌های دیگه نگاه کردم. اگر مثلا به بانک جی پی مورگان نگاه کنید، اونا 1 دلار مصرف هزینه برق می‌کنن تا 3.5 دلار سود به دست بیارن. و اگه به ایرلاین ها نگاه کنید، 1 دلار میذارن تا 40 سنت در بیارن. منظور به این که ایرلاین ها ضررده هستن. بیت کوین 20 برابر بیت کوین حدود 20 برابر از گوگل بهتره و 50 برابر از شرکت های معمولی. من فکر میکنم که ماینرها تلاشی که میکنن قدردانی نمیشه به اندازه کافی ازشون، چرا که ماینرها باید جایی رو پیدا بکنن که از لحاظ سیاسی بتونن توش فعالیت بکنن، بعد جایی رو پیدا بکنن که بهترین و ارزانترین انرژی رو مصرف میکنن، بعد توسط مهندسی سنترهای ماینینگ خیلی پیچیده ای رو طراحی بکنن و ظرفیت های تکنیکی خیلی زیادی استفاده میکنن و اینا رو ابداع میکنن، مثل نیمه هادی ها در آیسیک ها، و این انرژی رو استفاده میکنن تا بتونن که امنیت شبکه بیت کوین رو حفظ بکنن. و من فکر میکنم این کار رو به صورت خود جوش انجام میدن تا برای تمام افرادی که توی این اکوسیستم هستن مفید باشن، و من فکر میکنم این عالیه. کسی که الان بانک مرکزی اروپا رو اداره میکنه چند تا مطلب منفی گفت، ولی من فکر میکنم تو یه جور دیگه اینو برداشت میکنی. شما میتونید ارزهای معمولی داشته باشید، 2% در ماه پولتون ارزشش کاهش پیدا میکنه، یا تو کشورهای بدتر شاید تا 4% در ماه هم کاهش پیدا بکنه. نگاه کنید فقط تو AMC چه بلایی افتاد. اگه شما میرفتید توی AMC یا وایاکام یا بیت کوین سرمایه گذاری میکردید، حداقل بیت کوین هیچ مدیر عاملی نداشت که بیاد با سرمایه شما بازی کنه و شما ورشکست بشید. من فکر میکنم بیت کوین امن‌ترین و قابل اعتمادترین و مطمئن‌ترین چیز در کل اکونومی دنیا هست و جوری که میتونید داراییتون رو ذخیره کنید، یا با خودتون هر جا ببرین، یا توی کشور، یا توی یک شرکت سهام سرمایه گذاری و نگران باشید که زمینتون ازتون بگیرن یا سهامتون سقوط بکنه. بعضی از مدیر عامل ها به بیت کوین نگاه میکنن که آینده دنیا توی بیت کوینه، ولی بقیه آکادمیک ها و مدیر عامل ها بهش نگاه میکنن و ازش میترسن و فکر میکنن یه مشکلیه و یه حبابه. چرا بعضیا فکر میکنن که بیت کوین خوبه، بعضیا فکر میکنن که بیت کوین بده و ازش میترسن؟ تو شخصی هستی که مدیر عاملی و باهاشون صحبت کردی، فکر میکنی که چی اینو میتونه توضیح بده؟ اگر شما در یک محیط خیلی امن باشید و راحت باشید، و براتون بهتره که اینجوری فکر کنید که همه چیز به خوبی و خوشی داره پیش میره و اصلا احتیاجی نیست به این فکر بکنید که محیطتون داره خیلی بد میشه. فرض بکنید یه کشتی داره غرق میشه، بهترین راه اینه که برید قایق نجات رو پیدا کنید. و اگر نمیدونید و یا نمیخواید بدونید و یه اتاق لاکشری توی بیت کوین توی کشتی دارید، اگر کسی بهتون میگه کشتی داره غرق میشه، احتمالاً خودتون میذارید به اون راه. در واقع شما برای اینکه بیت کوین رو قبول کنید باید یک دلیل قاطع داشته باشید. بعضی از افراد اطلاعات خوبی دارن راجبش و میدونن که شرایط همینجور نخواهد بود، و خیلی ها هم هیچ دلیلی برای قبول بیت کوین ندارن و اونا نمیتونن ببینن که دنیا داره تغییر پیدا میکنه و یه جورایی اقتصاد داره غرق میشه. میگه وقتی من با کسایی که بیت کوین رو نقد میکنن بهشون میگم به نظر شما چه راهکاری برای افرادی که توی آرژانتین هستن چی فکر میکنید، یا کسایی که توی آفریقای جنوبی هستن، یا آسیا، یا متاسفانه ونزوئلا، راهکار شما برای اونا چیه؟ و من فکر میکنم که منتقدان بیت کوین
اونا فقط انتقاد میکنن چیزی رو که متوجه نمیشند و جدیده. و من هیچ منتقدی رو ندیدم که بگه بیت کوین خیلی بده و بیاد یه راه کاری راه حلی ارائه بده. فقط میگم بیت کوین بده، ولی نمیگه اون که شخصی که توی آفریقا زندگی میکنه و دسترسی به اینا نداره و ممکنه هر لحظه پولش سقوط کنه چیکار باید بکنه. اگر نمیتونید راه حلی برای مشکلی پیش بیارید، پس نباید اون رو رد بکنید. من دیدم که 99 نفر از 100 نفر از رقبای من از عرصه کار خارج شدن. من فکر کردم که اگر همین دارایی که دارم فقط 10% درسار بالا بره و اگر بخوام قرض بگیرم فقط باید 5% سود بدم، خب من طبیعیه که اوراق قرضه منتشر میکنم و بیتکوین میخرم. آیا بانکهای مرکزی باید سیاستهای جدیدتری رو بگیرن تا از شر بیتکوین خلاص بشن؟ آیا فکر میکنید از لحاظ سیاسی به این بینشی وجود داره؟ من فکر میکنم همه میتونیم به صورت سازنده در کنار هم بریم. ری دالیو که یکی از میلیاردرهای گفته که میخوام بیتکوین بخرم هفته پیش. شرکت های مختلف اموال دارایی دارن و دارایی مختلفی دارن و میتونن در کنار اون بیتکوین هم داشته باشن. من فکر میکنم بیتکوین باعث میشه که مثلا طلایی که میخواید بخرید ارزشش کمتر شه، میتونید بیشتر بخرید. اگر باعث بشه که سرمایه توی بازار املاک نره، این باعث میشه که بیشتر میتونید املاک بخرید یا ملک بزرگتری بخرید. یا اگر میخواید روی اجرای بیت کوین همه چیز رو فیکس میکنه. و اگر میخواید نظر سیاسی رو بدونید، باید بگم که این دولت رو یه جورایی درست میکنه، چون بقیه مسائلی که توی جامعه هست رو درست میکنه. کشورهایی که ضعیفن داراییشون داره به سمت صفر حرکت میکنه و اونا باید ارز جدیدی رو بگیرن. من میبینم که 8 میلیارد نفر تو این زندگی میکنن و اونا میتونن دارایی دیجیتال داشته باشن مثل بیت کوین و بیت کوین افراد زیاد رو با هم مرتبط میکنه، یک ارز واحد میشه بین کل دنیا و در کنارش آزادی و حق مالکیت رو به افراد میده. شما گفتید که بیت کوین یه جوری مثل یه موجود زنده میمونه، یه موجود زنده زیبا که در حال بزرگ شدنه. به نظر من جالبیش به اینه که نوسان داره و میخوام بدونم نظر شما چیه راجبش. من فکر میکنم که کریپتو یک موجود زندهیه که توی اینترنت وجود داره و بیت کوین پیچیده ترین ارز دیجیتال نیست. شما باید اجازه بدید که بیت کوین همینجوری که هست رشد بکنه و من فکر میکنم که زیبایی بیت کوین اینه که هیچ دلیلی وجود نداره که نتونه رشد بسیار بزرگی بکنه، چون الان جای خودش رو باز کرده. بحثی که راجع به بیت کوین هست اینه که من انرژی و پول خودم رو روی بیت کوین میذارم و اجازه میدم که همینجوری رشد بکنه برای خودش و تمام نوآوری ها روی لایه دوم ایجاد میشه. وقتی اسکوئر یا پیپال بیان و بیت کوین رو قبول کنن یا حتی لایتنینگ منتشر بشه، تمام نوآوری‌های جدید و اتفاقات جدید روی جبهه بیت کوین میفته. اما دلیلی نداره که لایه اصلی بیت کوین رو تغییر خاصی بهش بدیم. ما فقط باید بیت کوین رو همینجوری که هست قبول بکنیم. بذار ازت اینو بپرسم. من فکر می‌کنم که تو تقریبا طولانی‌ترین مدت توی مدیر عاملی در شرکت بودی و 20 سال به صورت مداوم مدیر عامل این شرکت بودی. شرکت سهامی منظور اینجا. من فکر می‌کنم این یه زندگی دومیه برای تو. یعنی شخصی که سالها شرکت داشته یهو اومد از مایکرو استراتژی یهو بیت کوین رو قبول کرد. و از نظر شخصی تو چه اتفاقی افتاد؟ ما میگیم که بیت کوین امیده و بیت کوین قراره که اتفاقات خیلی خوبی رو رقم بزنه. قطعاً بیت کوین روی شرکت ما تاثیر گذاشت. سهام ما 90 دلار بود و زمانی که 230 دلار رفت، بهترین فصل رو توی 10 سال اخیر داشتیم. من میخواستم که بازنشسته بشم و نمیخواستم خیلی سر صدا بکنم این مسئله. من ناگهان بیت کوین برای من اتفاق افتاد و من دوباره به اینجا کشیده شدم و الانم که میبینید اینجا. خب شما میگی که فرهنگ یک کمپانی رو مدیر عامل اون میسازه. آیا فکر می‌کنی بیت کوین کمپانی شما رو تحت تاثیر خودش قرار داده؟ آره، من فکر میکنم که تمام کارمندا واقعا با انرژی بیشتری دارن کار میکنن. من فکر میکنم 2000 تا کارمند داری الان و شرکت بزرگی هستی. آیا فکر میکنی این یک نتیجه مثبت داشته توی
شرکتت یا نه. اگر میخواید شرکت خودتون رو بهش انرژی بدید، باید بیت کوین رو قبول بکنید. یه مثال میزنم، اگه من 1 میلیارد دلار پول نقد داشته باشم و سالانه 20% کاهش پیدا بکنه، داراییتون داره در واقع کاهش پیدا میکنه و کمپانی شما داره ضعیفتر میشه به مرور. و وقتی ما اومدیم بیت کوین رو قبول کنیم، و ما وقتی که بیت کوین رو قبول کردیم، انگار یه انرژی تازه‌ای به شرکت بخشیدیم. به عنوان مثال پیپال و اسکوئر رو نگاه بکنید، از وقتی که به سمت بیت کوین اومدن یه نیروی تازه‌ای گرفتن و سهامشون هم رشد کرده. سوال اصلی اینه که آیا ما میتونیم یه کاری بکنیم که خوب باشه برای 8 میلیارد؟ توی شبکه CNBC مصاحبه کردم و دیدم که 750,000 این ویدیوی من دیده شده. من از دوستم پرسیدم که CNBC چقدر مشتری داره، گفت 150,000 تا، و گفتش که مدیر عامل بهترین شرکت‌های دنیا وقتی رفتن مصاحبه کردن حدود 4,000 تا بازدید خورده. مدیر عامل اپل رفته و مصاحبه کرده و 12,000 تا بازدید خورده. من فکر میکنم که داستان اینجا اینه که بیت کوین برای 8 میلیارد نفر به معنای امیده. اگه شرکت شما میخواد واقعا به دنیا معنی بده، در رابطه بیت کوین یه کاری بکنید. من به افرادی که توی جای مختلف منو دنبال میکنن میگم که برای افراد مختلف آموزش بذارید و واقعا بهشون بگید. و خیلی ها هستن که ریگ ماینینگ دارن یا ماینینگ میکنن، و خیلی ها هستن که یک نود دارن، و واقعا کسایی که نود دارن در واقع مثل اینه که آرامگاه ساتوشی ناکاموتو رو دارن و دارن از بیت کوین محافظت میکنن. و من به همه شرکت های دنیا فکر کردم و به این فکر کردم که اگر هر تکنولوژی با بیت کوین ادغام بشه، و حتی به این فکر کردم که سیاستمدارها و خبرنگاران به بیت کوین اعتقاد بیارن، دنیا بهتری خواهیم داشت. یه چیزی که من خیلی دوست دارم اینه که فکر می‌کنم برای دنیا خوبه، برای تکنولوژی خوبه، برای آینده بشریت خوبه، و وقتی که کارم رو تمام می‌کنم و وقتی که تلویزیون رو روشن می‌کنم، می‌بینم یه شخص دیگه‌ای داره راجع به بیت کوین صحبت می‌کنه، و یک مدیر عامل دیگه‌ای، یک آنالیزور دیگه‌ای، یک سیاستمدار دیگه‌ای، و این خیلی عالیه که توی یک جامعه‌ای باشی که همه‌شون راجع به بیت کوین عشق و علاقه دارن و می‌خوام بیت کوین رو به افراد دنیا نشون بدن. و من فکر می‌کنم هیچ چیز دیگه‌ای تو دنیا وجود نداره که بشه اینجوری ازش لذت برد. مایکل سیلور افسانه‌ای، تشویقش کنید.